دو دهه قبل از 2021 دقیقا میشه 2001، تاریخی که سرنوشت افغانستان رو عوض کرد. در 11 سپتامبر 2001 جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا به بازدید از یک مکان آموزشی رفته بود. نگرانی در چهره او بیانگر اتفاق بزرگی بود. 8:46 دقیقه صبح اولین برج، 9:03 دقیقه صبح دومین برج. اتفاق بزرگی در حال پیاده سازی بود. 4 حمله انتحاری با هواپیمای مسافربری در یک روز. 9:37 دقیقه صبح پنتاگون، 10:03 دقیقه صبح انفجار و سقوط هواپیما در پنسیلوانیا. بر اساس نظر بوش همه چیز روشن و مشخصه، اما یه واقعیت اینه؟ Who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. This group and its leader, a person named Osama bin Laden. Bob Graham, سناتور سابق ایالت فلوریدا و رئیس کمیته تحقیق درباره 11 سپتامبر. این کمیته تا سال 2003 گزارشی جامع از این حملات تروریستی رو تهیه کرد، گزارشی که بخشی از اون منتشر شد و به سند 28 صفحه‌ای شهرت یافت. نقش عربستان سعودی و دولت بوش در عملیات‌های 11 سپتامبر حقیقتی بود که باب گراهام و تیمش به اون رسیدند. The release of the 28 pages received a variety of interpretations. There were some who said that this confirmed the Saudi link to the 9/11 hijackers. Did these 19 people, most of whom did not speak English, most of whom had never been in the United States before, most of whom were not well educated, did they carry out this sophisticated task alone, or did they have some form of support while they were in the United States? If the answer is they had some support, who provided that support? شبکه پنهانی که از ریاض تا کاخ سفید گسترده شده بود و در رأس این شبکه شخصی سعودی به نام بندر بن سلطان قرار داشت. او از 1983 تا 2005 سفیر عربستان در آمریکا بود، مدت زیادی رئیس شورای امنیت ملی و از 2012 تا 2014 رئیس استخبارات عربستان. نفوذ او در دولت بوش منجر به کاری شد که اتفاق افتاد. این عکس متعلق به تاریخ 13 سپتامبر 2001. دقیقاً 2 روز پس از 11 سپتامبر، بندر بن سلطان همراه با بوش و تیمش در بالکن ترومن کاخ سفید. يوم 11 سبتمبر ما يحتاج اني اشرح وشو. These almost 3,000 American victims and their families deserve justice. They deserve the right in a court of law to be able to present the evidence that they have gathered, which is voluminous, that will link the kingdom and other entities of Saudi Arabia to the 19 hijackers. تقریبا تمام حرف کمیته حقیقت یاب این بود که عربستان پشت حملات 11 سپتامبر. اما ساده ترین سوالی که پیش میاد، پس چرا آمریکا بلافاصله در 2001 به افغانستان حمله کرد؟ نهایتا اگر قراره بر حمله ای از طرف آمریکا یا بود، این حمله باید به عربستان انجام میشد، نه افغانستان. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. در 7 اکتبر 2001 نیروهای ویژه سیا اولین آمریکایی هایی بودند که از پاکستان وارد افغانستان شدند و بعد از اون حملات گسترده هوایی آغاز شد.
از نیویورک و واشنگتن و پنسیلوانیا تا کابل و هرات و قندهار. دلیل به توبره کشیدن یک کشور فقیر میشه عملیات ساختگی 11 سپتامبر. افغانستانی که هیچ نقشی در این اتفاق نداشت. خیلی جالبه که فاکس نیوز میگه در یک نظرسنجی 92% از جوانای افغانستان اصلا چیزی در مورد 11 سپتامبر نشنیدن.